سلام دوستان، به کانال ایرانیان تیوی خوش اومدین. امروز قصد دارم راهکارهایی برای مقابله با بعضی از جانوران وحشی در طبیعت رو برای شما توضیح بدم که میدونم حسابی به درد طبیعت گردا میخوره. مقابله با خرس. اگر در هنگام پیاده روی در جنگل با یک خرس روبرو شدید، در مرحله اول سعی نکنید فرار کنید، زیرا امکان اینکه خرس شما را تعقیب کند بیشتر می شود. سر جای خود متوقف شوید. معمولا فریاد زدن و تولید صدا باعث ترسیدن خرس می شود، پس بلند فریاد بزنید و محل را ترک کنید. اگر چند نفر هستید به هم نزدیک شوید تا بزرگتر به نظر برسید. حتی اگر کودک یا فرد نوجوانی همراه شماست، آن را روی شانه خود بگذارید تا قدتان بلندتر شود. با این کار خرس احساس ترس بیشتری نسبت به شما خواهد داشت. اگر دیدید خرس روی دو پایش ایستاده، اصلا نگران نشوید، زیرا این یک تهدید از جانب خرس نیست، بلکه او میخواهد شما را بیشتر و بهتر بررسی کند. حالا اگر احساس میکنید که خرس حالت تهاجمی به خود گرفته است و قصد حمله کردن را دارد، خونسرد باشید و به صورت مورب سعی کنید آرام آرام از او دور شوید. به هیچ وجه در چشمان او نگاه مستقیم نکنید و همانطور که گفته شد به هیچ وجه شروع به دویدن نکنید، زیرا خرس به راحتی به شما خواهد رسید. اگر شما خرس را مشاهده می کنید که همراه توله هایش است، به هیچ وجه به سمت توله های خرس حرکت نکنید و به آرامی از آنها فاصله بگیرید. به این صورت خرس متوجه می شود که هیچ خطری توله هایش را تهدید نمی کند، پس به شما حمله نخواهد کرد. استفاده از اسپری فلفل نیز در این مواقع کاربرد دارد. شما اگر به منطقه ای رفته اید که احتمال روبرو شدن با خرس در آن وجود دارد، حتما با خود یک اسپری فلفل به همراه داشته باشید، زیرا با استفاده از آن می توانید خرس را از خود دور کرده و آرام محل را ترک کنید. البته به خاطر داشته باشید زمانی از اسپری فلفل در برابر خرس ها استفاده کنید که مطمئن هستید خرس می خواهد به شما حمله کند. برخورد با مارها. زمانی که شما مقصد خود را برای رفتن به یک کمپ جنگلی انتخاب می کنید، بهتر است بدانید که در آن منطقه آیا مارهای سمی زندگی می کنند یا نه. اگر در منطقه مورد نظر شما مارهای سمی وجود دارند، بد نیست که روش مقابله با گزیدگی آن مارا نیز حتما بشناسید و حتی پادزهر آن را با خود به همراه داشته باشید. حالا اگر به طور اتفاقی در جنگل با یک مار روبرو شدید، خونسردی خود را حفظ کنید. این را بدانید که بیشتر مارها غیر سمی هستند و عملاً برای شما هیچ خطری ندارند. بعد از مشاهده اگر می‌بینید که مار در حال آمدن به سمت شماست، با پای خود چند بار به زمین بکوبید تا ارتعاش ایجاد شود و مار آن محل را ترک کند. به هیچ وجه به مار نزدیک نشوید یا سعی نکنید که دم مار را بگیرید. متاسفانه درصد بالایی از مارگزیدگی ها به علت این بوده است که فرد میخواست مار را بگیرد یا اینکه شخص عمدن و بیش از حد به مار نزدیک شده است. حالا اگر به هر دلیلی یک مار شما را نیستد، باید بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید. اگر میتوانی نقطه نیش خورده را تا رسیدن اورژانس با آب و صابون بشویید. هرگز با مکش توسط دهان یا فشار دادن سعی نکنید نیش مار را خارج کنید. این کار فقط در موارد خاص نتیجه می دهد و در بیشتر موارد باعث بدتر شدن وضعیت فرد نیش خورده می شود. سعی کنید شکل ظاهری مار را به خاطر داشته باشید و در صورت رفتن به بیمارستان به تیم پزشکی آن را بگویید تا بهتر بتوانند پادزهر مورد نیاز برای نیش مار را تشخیص دهند. همچنین تا رسیدن به بیمارستان سعی کنید مدام آب بخورید. به هیچ وجه روی محل نیش زدگی الکل یا یخ قرار ندهید. حمله زنبور. پوشیدن لباس‌ها با رنگ‌های اصطلاحاً شاد میزان حمله زنبورها به شما را محتمل‌تر می‌کند. وقتی احساس کردید که زنبورها در اطراف بدن شما هستند و ممکن است شما را نیش بزنند، بدون اینکه اقدام به ضربه زدن کنید، خودتان سعی کنید با سرعت شروع به دویدن در جهت‌های مختلف کنید و از محل دور شوید.
اگر همچنان زنبورها شما را دنبال می کنند، بهتر است به محلهای تاریک بروید، زیرا تاریکی زنبورها را گیج می کند و احتمالاً شما را گم خواهند کرد. اگر زنبور شما یا یکی از اطرافیانتان را نیش زد، سعی کنید بلافاصله آن را با ناخون بیرون بیاورید. فقط مراقب باشید نیش زنبور را به صورت مایل بکشید و به هیچ وجه به صورت عمودی و رو به بالا نیش را بیرون نیاورید. همچنین به هیچ وجه منطقه نیش خورده را نخورانید، زیرا ممکن است باعث ایجاد عفونت در آن نقطه شوید. میزان حساسیت به نیش زنبور در افراد مختلف متفاوت است. در صورت نیش زدگی بهتر است یک بار به بیمارستان نیز مراجعه کنید تا مشکلی پیش نیاید. حمله مورچه های قرمز. مورچه ها موجوداتی هستند که حتما در طول مدت کمپ خود با آنها روبرو خواهید شد. البته بیشتر آنها مشکلی ایجاد نمی کنند و فقط یک مزاحم هستند. اما مورچه های قرمز نیز وجود دارند که به سختی شما را گاز خواهند گرفت. در صورت دیدن آنها سعی کنید سریع از محل دور شوید، اما اگر این مورچه ها شما را گاز گرفتن، در صورت همراه داشتن بهتر است یک قرص ضد حساسیت مصرف کنید. در پایان باید گفت که اگر شما به یک کمپ خاص می روید، حتما باید از شرایط آن منطقه و نوع حیوانات موجود در آن اطلاعات کافی را داشته باشید. در برپایی چنین کمپ هایی در جنگل ها باید حتما یک تیم باشید تا در صورت لزوم افراد بتوانند با یکدیگر کمک کنند. در اعضای تیم وجود کسی که آشنایی کامل با کمک های اولیه داشته باشه کاملا ضروری است و به همراه داشتن وسایل درمانی نیز لازم است. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب کنید.